السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سر و حال باشین در هر گوشه ای از دنیا که قرار دارین. موضوعی را که روش میخوایم صحبت بکنم او ای است که کدام گروه از طبقه مردم کامیاب هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار میفرماید که قد افلح من تزکا، به تحقیق رستگار شد، کامیاب شد کسایی که تزکیه کرده، نفس خود را پاک کرده، از کینه و کدورت و حسد به جایش مهر و محبت و مهربانی کاشتند. باز می فرماید که قد افلح من زکاها، همچنان معنای تزکیه را می دهد. در دیگه جای می فرماید که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، به تحقیق رستگار شدند او مؤمنایی که در نمازشان خشوع دارن، نماز بسیار با اخلاص میخوانن، با خشوع میخوانن، خود را در داخل نماز جسمن و روحن احساس میکنن. این تو نیست که خودشان جسمن فیزیکن نمونجا در نماز باشن، روحشان دیگه جای باشن. و همچنان میفرماید که درباره کسایی که کامیاب هستن بحث ما هست، کامیابا کیها هستن. و همچنان میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز، کسی که از جهنم خود را نجات داد و مستحق جنت شد او کامیاب است. کامیاب کی است؟ کامیاب کسی است که خود را از جهنم نجات بده و جنت را از آن خود بسازد. جنتی که بزرگیش از آسمان ها و زمین کرده بزرگ است، اگر جای درو براتون نباشه بسیار جای افسوس و ناکامی است. بیدل چه زیبا می فهمد که بیدل تو را به کنج جهنم عمارت است، جنت اگر نصیب تو شد شد، نشد نشد. هدف بیدل ازی از باید ما و شما جنت را به دست بیاریم، در غیر از او در جهنم کلگی جای داره. جهنم هم پروردگار به این خاطر خلق نکرده که باید خالی باشه. لحاظا یک گروه بودن که کامیاب بودن، کسایی که خود تزکیه میکردن، کسایی که نماز خود به اخلاص میخوندن و کسایی که از جهنم خود را نجات دادن. ناکاما کیها هستن؟ ناکاما کسایی هستن که نماز خود را به اخلاص نمیخوانن، خود را تزکیه نمیکنن، همیشه همراه کینه و حسد و بخل و جنگ و تعصب میخواهند باشند در وجودشان باشد. و همچنان کسایی هستند که ایمان به پروردگار ندارن، به روز آخرت ندارن، نفاق دارن. و همچنان کسایی هستند که دیدار پروردگار در روز آخرت در نصیبشان نمیشه، جنت در نصیبشان نمیشه، دیدار پیامبر هم در نصیبشان نمیشه و در سوالات قبر هم ناکام میمانن. این گروه گروهی هستند که بدبین هستند و خشند هستند، اینها ناکام هستند. و ما دعا میکنم که خداوند ما و شما را از جمله کامیابین دنیا و آخرت بگردانه، سرخرو و سرفراز و دارین باشیم.